روز 96 خراب شدن ماشین گفتگو رامتین کجا هستی؟ بهنوش خانه هستم نمیدانم چرا ماشینم روشن نمی شود قبلا این مشکل برایم پیش آمده است باتری ماشین را چک کرده ای؟ بله نگاه کردم باتری روشن نمی شود خب یک تعمیرکار خبر کن با یک تعمیرکار تماس گرفتم اما او گفت حدود 2 ساعت دیگر می آید چه بد پس تو نمی توانی با من به مهمانی بیایی چه بد پس تو نمی توانی با من به مهمانی بیایی ماشین را فردا تعمیر می کنم و خودم با تاکسی می آیم خوب است لطیفه یک روز ملا با کت خدا به حمام رفته بود وقتی کت خدا بدن خود را می شست از ملا پرسید اگر من کت خدا نبودم و فقط یک خدمتکار بودم چه ارزشی داشتم؟ ملا کمی فکر کرد و گفت 10 تومان کت خدا عصبانی شد و گفت احمق فقط پارچه‌ای که به تن دارم 10 تومان قیمت دارد ملا گفت خب من هم قیمت پارچه را گفتم وگرنه خودت که ارزشی نداری جمله های رایج می توانم به این نگاهی بیاندازم می توانم از خودکار شما استفاده کنم می توانم مجله شما را قرض بگیرم شعر لب بر لب کوزه بردم از غایت آز تا زو طلبم واسطه عمر دراز لب بر لب من نهاد و می گفت براز می خور که بدین جهان نمی آیی باز خیام غایت نهایت نهاد گذاشت آز هرس خور بخور طلبم بخواهم بدین به این کلمه روز هرس معنی مثال کارمند به خاطر هرس و طمع زیاد از شرکت دزدی کرد ضرب المثل دست کسی را توی حنا گذاشتن این ضرب المثل هنگامی به کار می رود که شخصی دوستش را در کاری تنها می گذارد در چنین مواردی شخص نمی تواند پیش برود و نمی تواند بازگردد مانند کسی که دستانش را در حنا گذاشتند در گذشته چون وسایل آرایشی و زیبایی وجود نداشت مردان و زنان از حنا استفاده می کردند آنها بر روی دست، پا، ریش و موهایشان حنا می گذاشتند معمولاً حنا را در آب می ریختند و آن را به روی دست، پا و موهایشان می گذاشتند و چند ساعت به همان حالت می نشستند تا حنا رنگ بدهد بنابراین اگر کسی
دستش در حنا بود نمی توانست کاری انجام دهد. گفتگو. فریبرز، از ماشین جدیدت راضی هستی؟ بهمن، متاسفانه نه، خیلی افتضاح است، از دیروز خراب شده است. قبل از خرید به یک تعمیرکار ماشین نشان ندادی؟ نه، اشتباه کردم، من به فروشنده اعتماد کردم. خب با فروشنده تماس بگیر و مشکل ماشین را بگو. از دیروز هرچه با او تماس میگیرم موبایلش خاموش است. باید بگویم که او تو را فریب داده است. اصطلاح روز. اصل بد نیکو نگردد، هر که بنیادش بد است. معنی کسی که ذات بد دارد تغییر نمی کند. خواندن. حمام وکیل در شهر شیراز قرار دارد. این حمام تاریخی در دوران زندیه به دستور کریم خان زند بنا شده است. این حمام در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است. معماری این حمام در زمان گذشته بسیار پیشرفته بوده است. کف حمام سنگ فرش شده است و سقف آن نقش‌های زیبایی دارد که از آداب و رسوم و علایق مردم این شهر حکایت دارد. حمام وکیل نسبت به حالت اولیه خود تغییر کرده بود. به همین دلیل توسط باستانشناسان بازسازی شده است. این حمام مدتی سفره‌خانه و مدتی موزه فرش بوده است. در اثر بی احتیاطی صدمات زیادی به این بنای تاریخی رسیده است. همکنون نیز این حمام به موزه تبدیل شده است و برای بازدید عموم آزاد است. کلمات جدید. کف، حکایت، تغییر کردن، کارواش، ارزش داشتن، روشن شدن، بازسازی، طلبیدن، پیشرفته، طلب کردن، سفره‌خانه، بی احتیاطی، صدمات، علایق، باستانشناس، بنیاد، آرایشی، حنا، وگرنه، طمع، نهایت، قرض، کت خدا، ریختن، پارچه، اعتماد کردن، تعمیرکار،